سوال میگه کدوم گزینه از نظر درستی یا نادرستی با سایر گزینه‌ها متفاوت است؟ یعنی یا 3 تا گزینه درسته یکی غلطه، یا یه گزینه درسته 3 تا غلط. حالا میگه رادیکال‌های آزاد در صورت عدم شرکت یون‌های در واکنش تشکیل آب میتوانند در اندامکی دوغشایی پدید آیند. اندامک دوغشایی که داره میگه چیه؟ میتوکندریه. میگه رادیکال‌های آزاد در صورت عدم شرکت یون در واکنش، یون اکسید دیگه، نگاه کن، زمانی که زنجیره انتقال الکترون داخل داره حرکت میکنه، این الکترون میره اکسیژن رو چیکار میکنه؟ اکسیدش میکنه. خب اوی دوباره منفی میشه در حقیقت. حالا این اکسیده میتونه دو تا هاش مثبت پیدا کنه، بهشون وصفش H2O به وجود بیاد. اما اگر این هاشای مثبت رو پیدا نکنه، رادیکال آزاد میشه، میتونه سرطانزایی کنه. پس گزینه یک گزینه صحیحیه. دو، میگه رنگیزه‌ای که به مقدار زیاد در رنگدیسه و مقدار کم در نشادیسه وجود دارد، نشادیسه کلا اصلا رنگیزه نداره، پس گزینه دو غلط شد. حالا بستگی داره دوتا گزینه دیگه، یه دونش هم من پیدا کنم میتونم جوابو عملا بگم، تستو بزنم. میدونید چرا؟ به خاطر که گزینه 3 یا درسته که گزینه 2 غلط میشه، یا غلطه که گزینه 1 درست میشه، چون گفته یکی از گزینه با بقیه فرق میکنه. حالا ببینیم، میگه الکل علاوه بر ایجاد اختلال در عملکرد میتوکندری ها و مرگ یاخته های کبدی میتونه باعث بروز سرطان هم بشه. کاملا صحیحه، پس جواب گزینه 2 میشه. حالا گزینه 4 هم میخونیم، سیانید و کربن مونوکسید هر دو با اختلال در یک واکنش مشابه باعث توقف زنجیره انتقال الکترون میشن. بله کاملا صحیح، میگیم هم سیانید مانع حرکت الکترون در زنجیره میشه، هم کربن مونوکسید در نهایت عملا میگیم واکنش های انتقال الکترون رو با مشکل مواجه میکنن. پس گزینه 4 هم صحیحه، تنها گزینه نادرست گزینه 2 و انتخاب ما هم هست.